انتشار مهندسی شده فیلم یک دیدار. با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم، صدای آقای هاشمی ضبط در شورای عالی امنیت ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلال هایی داره که ما جواب اون استدلال ها رو نداریم. اینه دید. در آخرین روز فعالیت دولت دوازدهم، سایت رهبر جمهوری اسلامی ویدیویی را با عنوان عبرت آیندگان منتشر کرد. ترکیبی از سخنان تکراری علی خامنه ای علیه مذاکره با آمریکا در سالهای گذشته، با این تفاوت که او این بار برای حرفهای خودش شاهد هم آورد. خامنه ای هاشمی رفسنجانی را یکی از آقایان رؤسای جمهور دوره‌های مختلف معرفی کرد. گفتم من یه وقت یکی از این آقایان رؤسای جمهور این دوره‌های مختلف با من راجع به این قضیه بحث‌های متعددی می‌کرد در جلسات مختلف. بعد رفته بود تو شورای عالی امنیت ملی، گفت بود فلانی استدلال‌هایی داره که من جوابی براش ندارم. کسی که در به قدرت رسیدن او نقش برجسته‌ای داشت، اما با همه تبحرش در سیاست قافیه را به خامنه‌ای باخت وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت شد. 4 سال پس از انتخابات 88 که در آن رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً احمدی نژاد را به او ترجیح داد. حالا 5 سال پس از مرگ هاشمی، خامنه‌ای او و حسن روحانی را سیاستمداران طرفدار مذاکره با آمریکا خواند و با انتشار فیلمی مجادله‌ای بین خود و هاشمی را زنده کرد. ضررها توش نبود، منافع بود. فقط اونی که آقای روحانی یه سوری 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتونم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم. میتختی شده از بحثی که هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود ادامهش را تا اتمام حجت با خامنه‌ای روایت کرده. 2 ساعت بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم. من گفتم نمیتوانیم حرف دیگری به شما بزنیم و فقط مسئله ما و خداست. بالاخره روز قیامت از من و شما میپرسند چرا این همه ضرر و مشکلات برای نظام و مسلمانان ایجاد شد. اگر اینها را بر عهده میگیرید من دیگر حرفی ندارم. ایشان گفتند بله، جواب خدا با من باشد. روایت خامنه ای اما با تصاویری از مذاکرات هسته‌ای با سران گروه 5+1 از جمله آمریکا که با مجوز او انجام شد همراه شده، زمانی که کشور تحت تحریم‌های شدید سازمان ملل رفت و او مجبور به نرمش قهرمانانه شد. پس از آن خامنه ای بارها تلاش کرد با سخنانی علیه آمریکا خود را از برجام و پیامدهای احتمالیش دور کند. من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدند. در ویدیوی منتشر شده در سایت رهبر جمهوری اسلامی، هاشمی و روحانی به عنوان مدافعان مذاکره با غرب معرفی و سرزنش می شوند. این دلیل رو سیاستمدارای حتی طرفدار ارتباط با آمریکا هم یه جایی تایید کردن. با استفاده از نقل قولی از وزیر خارجه ای که طرفداران دیروز روحانی او را سردار دیپلماسی می خواندند. کسی که بعداً فاش کرد وزارت خارجه را تقدیم سپاه قدس پاسداران کرده. آمریکایی آخر یه اصطلاحی دارن، میگن اون چه که مال منه که مال منه، اون چه که مال توه قابل مذاکره است. آخرین ضربه برای اطمینان از خاموش شدن صدای تعامل با جهان در درون حاکمیت، وقتی خامنه ای تحقیر روحانی را در آخرین دیدار دولت با خود کافی ندید. این تجربه است، این تجربه دولت آینده، دولت مردان آینده. ساعتی پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیسی، انتشار ویدیوی عبرت آیندگان 2 پیام دیگر هم دارد. تأکید آشکار بر تعیین سیاست خارجی در بیت رهبر جمهوری اسلامی، چنان که حتی پیش از آغاز به کار دولت، اوست که سیاست نظام با غرب را ترسیم می کند. و پیام دوم اعلام سیاست عدم تعامل با آمریکا و غرب است. او چند روز پیش گفت آمریکا در مذاکرات احیای برجام کوتاه نمی آید. مذاکراتی که تا آغاز به کار دولت رئیسی به تعویق افتاده و مواضع طرفین دست کم تا امروز نشان می دهد توافق در کوتاه مدت در دسترس نیست. بازنشر و چسباندن فیلم های قدیمی و تختی شده، 1 شلیک برای شکار 3 پرنده، حذف کامل گفتمان مذاکره با آمریکا در درون حاکمیت، تحقیر هاشمی و روحانی،
و ریل گذاری برای لوکوموتیوران آینده دولت، رفتار حکومتی که در طول 4 دهه رهبرانش صلح را سازش می دانند و جنگ طلبی را مبارزه. مشتبه پور